الو شما خوبه خواهرم؟ بفرمایید خواهرم، صدای شما رو میشنویم. زنده باشی. من یه دختر 26 ساله دارم، فوق لیسانس، نمازش رو 2 سال گذشته کنار. بله. نسبت به مسائل دینی، حالا به حجاب و اینا نه، اون مسائلی که یه انسان باید داشته باشه نه. بله. اونا نه، اما یه خود از حجاب و ایناش یه خود سوس شده. بله. میخواستم تا به حالم به روش نیاوردم. بله. میخواستم ببینم چه کار کنم. انشالله بیننده باشید، حاج آقا پاسخ خواهند فرمود. امیدواریم که این دغدغه شما در حق دختر خانمتون هم انشالله به احسن وجه برطرف بشه و اون حالات روحی مثبتی که میخواد رو ببینید. در خدمت مجاور راهنمایی. بله، امر به معروف با اون شرایطش اگر انجام بشه ما امیدواریم که مؤثر واقع شه. منتها زبانی که باید میگن، حال او هم را در نظر بگیرن. یه کسی که لیسانس هست و تا حالا هم نماز میخونده مرتب، این باید جستجو کنم نن علتیست. انبیا گفتن در دل علتیست که از آن در حق شناسی آفت است. رفع و دفع علت کو. علت خوب شود پیش تو هر کنه یم نو شود. باید دفع علت بکنیم. اولا بدونیم یک کسی که تا این حال، تا این سطح معلومات نماز میخونده، یک مرتبه 2 ساله که رها کرده، آیا معاشرتی داره با کسی، مثلا دوستان دخترش اینایی که اصلا جلساتی که میره خدا رو نکرد در اینطور میشه؟ چون نخست موعظه پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. انشاءالله بخت و روز خیلی خوبی هم پیدا بکنن. انشاءالله این زمان که نماز چقدر در زندگیشون هم مؤثر با. بله خیلی مشکل. شما خیلی به قول معروف طوری بگید که نه سیخ بسوزه نه کباب، کجدار و مریض بشه انشاءالله. امیدوارم انشاءالله خداوند اون عشق و علاقهی که در وجودشون سالهای سال بوده دوباره گل کنه و بیاد بالا. بله خیلی ممنون.